آموزش خیلی خوب نبود، اینترنت ها اصلا خوب نبود، سایت های که درس نبود. بعد وسط سال گفتن بریم شاد بخونیم، بعد گفتن ایتا بخونیم و خب اونجوری که آموزش دادن امتحان نگرفتن. وقتی خب آموزش مجازی بود، بعد امتحانم مجازی بود، چون اونجوری که آموزش صورت گرفت امتحانی هم که گرفتن خب در حد کتاب بود، خیلی سخت نبود، ولی آموزش اونجوری نبود و بچه هم همه خودش. بعد آمادگی داشتی؟ خونده بودی برای امتحان یا شب امتحان داشتی؟ چه یه سال خب واسه کنکور چون مجبور بودم بخونم، تستی خونده بودم، ولی تشریحی تنها اونم حضوری به این صورت، چون آموزش به اون صورت نبود، نه اونجوری نه من نه دوستم هیچ کدوم آمادگی نداشتیم. من میدونم که همه شب امتحان متأثر شدیم به نمونه سوالای سال پیش و کتاب. حالا مشکلی نداری؟ امتحان حضوری بهتر نیست فکر کنم؟ بهتر که به هر حال سوابق شما توی کنکور هم قرار لحاظ بشه. خب به هر حال چون آموزش خب وقتی مجازی بوده، درستش این بودش که امتحانم مجازی باشه، چون آموزش درست نبود اصلا، معلم اونجوری که باید شاید کتاب رو تموم نکرد و حتی پیگیری درستی نداشت، و اگه بچه دانش آموز یاد نمیگره پیگیری هم نمیشد که یاد گرفتی یاد نگرفتی کجا رو مشکل داری، ولی اصلا این صورت نمیگره. و خب بهتر بودش که مجازی هم امتحان گرفته بشه، چون مجازی آموزش داده شده و خب مجازی درستی نبود که ما رو حالا بکشونن با کلی استرس و اینا، ولی امیدوارم که بقیه امتحانام در همین حد باشه و در سطح کتاب باشه و بالاتر نگیره. پروتکل بهداشتی رعایت شده؟ فاصله گذاری اینا داخل امتحان میدادین؟ خوب بود از نظر بهداشتی؟ نه اونچنان مثل سالهای پیش بود، فقط حالا با یه ماسک و یه الکل اضافه برش داد. فاصله بچه‌ها خوب بود؟ مناسب فاصله مثل سالهای پیش بود، خوب بود، ولی خب مثل سالهای پیش بود، چیزی جدید نه. من شما عرض کنم که خب با توجه به این که بخشنامه شده بود از طرف وزارت آموزش پرورش و مشخص شده بود که امتحانات پایان نامه حضوریه، ما از همون روز سعی کردیم که تمام مقدمات این که توی شیوه نامه برای ما به عنوان دستورالعمل اومده بود همه موارد رو رعایت کنیم، اهم از این فاصله دو متریه که باید برای دانش آموزا توی چینش حوزه امتحانی باشه، پوسترهای تبلیغاتی و آموزشی رو که ما برای دانش آموزا هم تو کانال‌های ارتباطی دبیرستان گذاشتیم، هم جلساتی که خود من مستقیم با دانش آموزا تو فضای مجازی داشتم تبیین کردم براشون رعایت اصول بهداشتی رو، و اینکه زدن ماسک، تهیه ماسکی که باید توی حوزه باشه، مواد ضد عفونی، گندزدایی که باید انجام بشه، تمام مقدمات و چک لیست اصول بهداشتی رو ما رعایت کردیم که یک آزمون همراه با سلامتی داشته باشیم. این آمادگی رو ما 100% داشتیم. سلامتی بهداشتی به شما دادن یا نه؟ بله، آموزش پرورش از اول سال دو سری یا سه سری سلامتی بهداشتی تعلق گرفته به مدارس، واریز هم شده و ما تو این زمینه هزینه کردیم. ببینید، من به عنوان مدیر مدرسه با توجه به اینکه پایه نهم هدایت تحصیلی دارن و تاثیر مستقیم داره توی آینده تحصیلی و شغلیشون، شرایط یه مقدار سخت بود، اما باید این عدالت آموزشی رعایت بشه. بعد توی پروتکل‌ها اگر دانش آموزی علائم کرونا داشته باشه یا مشکوک باشه یا مبتلا باشه، جدا و در فضای قرنطینه ازش امتحان گرفته میشه. شما این فضا رو فراهم کردید؟ بله. ما هم با توجه به شرایطی که حالا لحاظ شد، یکی از دوایرمون رو به عنوان اتاق ایزوله انتخاب کردیم که الان برچسبش هم روی اون در کلاس هست، که اگر احیانا خدای نکرده مواد مشکوکی به کرونا باشه، حتما از دانش آموز امتحان گرفته بشه تحت یه شرایط خاص، ضمن برگشت هم یعنی این آموزش رو به همکارانمون هم داده شده، برگشت رو هم کلم میکنیم میذاریم داخل یک کاور با تمام برگه های بچه های دیگه باطی نشه، اونجا می نویسیم مشکوک به کرونا که تو حوزه تحصیلی هم عزیزان ما اون موقع گرفتار نشه. چرا جا کنید؟
جدا کردن از من جدا دادن از بچه‌ها. من بخصا ایمیلی دارم دیابت اینا دخترم نمیترسم میشه بردیه باشم امتحان خوب بود ولی بخاطر اینکه آموزش مجازی بود یه خورده دشواری هایی تو امتحان چه دشواری هایی یه خورده چون در طی سال امتحان نداده بودیم آشنا نبودیم خورده سخت بود دیگه برام درس خونده بود من اصلا یه بله کلی آموزش ها خوب بود آموزش ها در حد متوسط ولی عالی بود موافق بودی که امتحان حضوری باشه لازم داشتن نه خیلی چون عادلانه نیست ما در کل سال مجازی درس خوندیم و امتحان به صورت حضوری بدیم پروتکل رعایت شده بود الان سر جلسه رفتیم فاصله اون مدرسه فاصله اون نه مشکل نه نظر به تشی عالی بود 35 6 خب خدمت همه دانش آموزان عزیز خدمت در جهان و زندگی کنونی